یه کار دیگه ای که باید حتما انجام بدیم وقتی که گیت رو نصب میکنیم، اول تمام شد، اگه قرار تغییری توی ریپوزیتوری گیت بدیم حتما باید کانفیگش رو هم درست کنیم. کانفیگ منظورمون چیه؟ کانفیگ میتونه یه سری چیزای خیلی خیلی ترجیحهای شخصی خود من باشه، مثلا ادیتوری که میخوام استفاده کنم چیه، اما یه سری چیزا اجباریه. شما برای هر ریپوزیتوری لازمه که مشخص کنین اسم آتر و ایمیلش چیه. این اسم ایمیل به چه دردی میخوره؟ مثلا هر کدوم از این تغییراتی که داریم اعمال میکنیم توسط یه نفر انجام شده، اون نفر اسم و ایمیلش، برای این که بتونیم شناسایی کنیم که این تغییر رو فلانی انجام داده و مثلا تغییر بعدیش مال یه نفر دیگه است، اینجا به درد میخوره. یعنی این که اسم هر کسی همزمان همراه اون کامیت داره ارائه میشه و مشخصا من میتونم بگم که این کامیت واسه کی بوده، چه کسی، چه زمانی، چه تغییری رو داده. خب این توضیحات رو دادیم، ولی گیت کانفیگ چیه و من چجوری باید اون حداقل اون پارت اجباریش رو چجوری باید انجام بدم؟ فقط یه توضیح بدم، شما محض اینکه بخواید تغییر بدین ریپوزیتوری گیت رو، مثلا خودتون شروع کنین به کامیت کردن، اضافه کردن فایل ها، باید از اونجا بعد دی کانفیگتون ست شده باشه. مثلا نمیتونین کامیت کنین اگر کانفیگتون ست نشده باشه. پس بریم کانفیگ رو الان درست کنیم. من میرم سراغ اون ریپوزیتوری اول، یعنی این چند تا رو فعلا میبندم. اولین چیزی که درست کردم گیت لرن بود، یه ریپوزیتوری خالی که خودم درست کردم. می نویسم cd git learn. میبینیم هم که اون طرف نوشته git master branch master. خب برای کانفیگ git کانفیگ، اوکی، git config global مشخص میکنه که این کانفیگی که من میخوام اضافه کنم، کانفیگ به خود کلمه‌اشو مینویسیم global dash dash global، میتونه لوکال هم باشه. لوکال یعنی فقط برای این ریپو. وقتی global بنویسم تمام ریپوهایی که این یوزر لینوکس داره استفاده میکنه این کانفیگ رو براش دیگه سیت میکنه. پس git config global user.name اسم اون کسی که داره کامیت میکنه، من مثلا میتونم از آیدی گیت هاب هم استفاده کنم و همینطور بر ایمیل هم میتونم همین کار رو کنم، user.email. پس این بخش از کانفیگ رو شما هم همین الان میتونین روی ریپوزیتوری که ساختین امتحان کنین. تمام این مراحل رو مثلا اول میتونید git learn اسمش رو هر چیزی میتونید برای پروژه خودتون بذارین، با git init میتونید شروع کنین. بعد کار بعدی که باید انجام بدیم اینه که کانفیگش رو برای خودمون به صورت شخصی ست کنیم.